به نام خدا، وقت شما بخیر. به این ویدیو کارخانگی که روز بیشتر برای شما دادم میایم کار میکنم. کارخانگی بود که وقتی روی دکمه پلی کلیک میکنیم بره به سیندگه و وقتی روی دکمه بک کلیک میکنیم از سیندگه پس بیای به اینجی. خب برای از این کار نیازه که ابتدا برای از اینکه از یک سین یا از یک لول به لول دیگه بریم همیشه و همیشه وقت باید همون لول هایی که ما بین از اونها ترانزیشن داشته باشیم داخل فایل بیلد سیتینگ باید اونو اضافه شه. پس میریم به فایل، به قسمت بیلد سیتینگ کلیک میکنیم تا باشه. میبینیم اینجا نوشته سینز این بیلد. به اینجا خیلی چینیه. برای از این که بتونیم لیول ها رو اینجا اد کنیم میتونیم خیلی راحت اینا رو درگ و دراب کنیم به اینجا. یا هم این که بیاییم اینجا بگیم اد اوپن سینز، همین سینه که فرنگای به اسم مینو میبینیم اینجا اضافه شد. یک دیگه چیه گیم پلیر هم کش میکنیم اندازیم اینجا. برای از اینکه ما ترانزیشن بین سین ها داشته باشیم این کار از طریق کد انجام بدیم. ما از یک سین به سین دیگه میتونیم توسط نام لول بریم که اسم مینوی، میتونیم توسط ایندکس رو بریم. میبینیم که مینو ایندکس 0 مه، میتونیم بگیم برو به ایندکس 1 یا میتونیم بگیم برو به گیم پلی. خب برای از این کار نیازه که ما اسکریپت داشته باشیم. قسمی که میفهمیم اسکریپت باید داخل پوشی اسکریپت باشه. پس میام داخل پوشی اسکریپت و به اینجا یک اسکریپت ایجاد میکنم. اسم اسکریپت اگر بدیم سین منیجر. سین منیجر اسم کلاسیه که داخل یونیتی وجود داره، یعنی یک کلاسی از قبل داخل یونیتی به نام سین منیجر وجود داره. وقتی که اینجا ما یک سین منیجر بدیم او سین منیجر دیگه هم هسته، این باعث میشه که تداخل بین اسکریپت ها به وجود بیاید. بهتر اینه که اسم از این سین منیجر اگر میدیم متوجه باشیم که این سین منیجر با اون سین منیجر داخل یونیتی تداخل پیدا نکنه. خب برای از اینکه گیج کننده نباشه برای شما من اسم از این میگذارم مینو کنترلر. مینو کنترلر به حالت ساده تره. یا اسم میتونیم لول کنترلر هم بگذاریم برای از اینکه بهتر متوجه بشیم. خب ببینیم این پینه کمپایل میشه. وقتی کمپایل تمام شد ما میتونیم که بیاییم از قسمت اسم رو تغییر بدیم. این مینو کنترلر وقتی ما میایم اسم رو تغییر میدیم باید این اسکریپت رو وا کنیم بریم داخلی و بعد از اینکه اسمی رو از مینو کنترلر به لول کنترلر تغییر دادیم کلاس رو باید تغییر بدیم، اگر نه ایرور میده. قسمی که میبینیم فعلا هیچ مشکلی نداره. من اف دور میزنم میگذارم لول سی تی آر ال یا لول کنترلر. کنترل سی میکنم، کنترل ای، کنترل سی، کپی میگیرم از اسمی و انتر میکنم. میبینیم که مشکل نداره ولی وقتی رن کنیم شما ایرور میده برای شما به خاطر از این که ای لول کنترلر، البته چون متال اسکریپت به هیچ گیم ابجکت ندادم، ای لول کنترلر اسمی رن به اینجا شما میتونیم ببینیم مینو کنترلر کلاسیو. نام کلاس باید هم نام فایل باشه داخل یونیتی. برای از اینکه یک اسکریپت کار بده باید نام فایل با نام کلاس یکی باشه. برای از اینکه ما این دو نام یکی کنیم باید اسکریپت وا کنیم و بیایم اینجا نام کلاس رو به لول کنترلر تغییر بدیم. سیو میکنیم اسکریپت خور. حالا داخل یونیتی که بیایم شما میبینیم که این لول کنترلر با این نامی که اینجا هسته هر دو تا یکیه. خب حالا میایم ترانزیشن بین سین ها رو کار میکنیم یا لول ها. برای از اینکه از یک لول به لول دیگه بریم ما باید پکیج به نام سین منیجمنت امپورت کنیم. با استفاده از کیورد به نام یوزینگ میتونیم این کار انجام بدیم. میگیم یوزینگ یونیتی انجین دات سین منیجمنت. این پکیج داخل خود کلاس ها مختلفی داره که از جمله یکی از سین منیجر. وقتی روی بریم میبینیم که برای شما میگه این سین منیجر از یونیتی انجینه. به خاطر من پیشتر گفتم اسم از این لول کنترلر بدین که باز گت نشه از پیش ما. خب حالا برای از اینکه از یک لول به لول دیگه بریم میتونیم اینجا ما متد تیار کنیم. من اینا رو پاک میکنم و داخل از این میگم پابلیک وید لود سین. اگر چه چیز تکراری بازم من دوباره این موضوع رو اینجا میگم. بعد میتونیم اینجا بگیم استرینگ اکس یا استرینگ نیم فرق نمیکنه. اگر استرینگ بودم باید وقتی متد صدا میزنیم نامر بریو بدیم. من فعلا میگم استرینگ، میتونیم نامر بدیم، میتونیم اینجا بگیم ایندکس که انت بدیم. اگر انت ایندکس بگیم باید چی بدیم؟ به جای نام باید 0-1 بدیم. خب به هر حال میتونم به حالت هم کار کنم و حالت هم 1 هر دوتا. بعد به اینجا میگم سین منیجر داد لود سین. لود سین میای یک سین وا میکنه. کدو سین واشه؟ ایندکس. حالا هر زمانی که ما صدا زنیم ایندکس قیمت میدیم. اسکریپت سیف میکنیم میریم داخل
یونیتی و برای از اینکه اسکریپت ما کار بده ما باید ایر به یک گیم ابجکت اساین کنیم و داخل از این هایرارکی یک گیم ابجکت خیلی ایجاد میکنیم، از قسمت ریسیت میکنیم و اسم از این گیم ابجکت میدیم سین منیجر یا لیول کنترولر، هر اسم خاصه باشه میتونیم بدیم. اسکریپت را هم کش میکنیم میدیم بریو که بری از این اساین چه به یالت میتونیم ما یک اسکریپت به یک گیم ابجکت اساین کنیم. ببینیم ایرور نداد به خاطر از اینکه نام فایل و نام کلاس یکیه، اگر نام فایل ما لیول کنترولر میبود نام کلاس دیگه چیزی اینجوری نمیتونستیم اسکریپت بدیم ایرور میداد. اگر از شما وقتی کش میکنیم میدیم اینجا ایرور میده، حتما نام فایل و نام کلاس شما یکی نیه یا فرق میکنه. خب حالا اگه میریم باتون انتخاب میکنیم برای از اینکه بگیم بور مار با یک لول دیگه، باتون پلی انتخاب میکنیم، میایم به اینجا به قسمت آن کلیک باتون پلاس میزنیم، بعد از لول کنترلر کش میکنیم میدیم برای از این ابجکتیو، از قسمت فانکشن ها میایم قسمت لول کنترلر و متد به نام لودسین انتخاب میکنیم. اگر متد لودسین اینجوری نبود، یعنی اینکه این متد که داخل از نوشته کردیم پابلیک نیه، متد باید پابلیک باشه که بتونیم ما اون به اینجا ببینیم. حالا میگیم به کجا ببر، به کدام ایندکس ما رو ببر، میگیم به ایندکس یک ببر. ایندکس یک از داخل بیلت ستینگ کدام ایندکس میشه بینسی کنیم، ایندکس یک میشه گیم پلی. وقتی روی باتون پلی کلیک کنیم باید ما رو ببره به گیم پلی، رن میکنم و وقتی روی پلی کلیک کنم میبینی که بیارد به گیم پلی. حالا برای از اینکه پس بره به مینو روی از این کلیک کنیم باید پس بیاره. برای از این کار ای لول کنترلر کپی میکنم، از اینجا میبرم به داخل گیم پلی، پست میکنم، سیو میکنم، میام اینجا پست میکنم، بعدی باتون انتخاب میکنیم بخاطر از اینکه تست کنیم، روی پلاس کلیک میکنیم، لول کنترلر میدیم بریو، از قسمت فانکشن میایم فانکشن لودسین انتخاب میکنیم، میگیم ایندکس صفرم سه یک میشه مینو کنترلر یا هم خود مینو. پلی میکنیم، حالا روی مینو که کلیک کنیم باید ما رو ببره به مینو، روی پلی کلیک کنیم پس میاره به گیم پلی. به حالت میتونیم بین سین ها ترانزیشن ایجاد کنیم. خب این بود از ویدیو یا کارخونگی که روز پیشتر به شما داده بودم و ویدیو بعدی در مورد گیم دیزاین صحبت میکنیم. تشکر، موفق باشیم، وقت شما خوش، خدا نگهدار.